سرخط خبرها، انهدام شبکه آدم ربایی سپاه پاسداران، واکنش مردم ایران به بنر موشکی خامنه ای و سپاه، پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت فتنه 22 بهمن، به سپاه پاسداران 2000 میلیارد تومان نفت خام داده می شود تا مسلح‌ها را تکمیل کنند، و چفیع مقتدا صدر در دیدار با اسماعیل قانی خبرساز شد. درود بر شما همراهان کانال ایران، خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید. در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار. بازداشت شبکه آدم ربایی در ترکیه وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، آدم ربایان مرتبط با نیروهای مسلح ترکیه بودند. سازمان اطلاعات ترکیه 11 نفر را به اتهام همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برای ربودن یکی از مخالفان حکومت ایران بازداشت کرده است. منابع ترکیه 9 فوریه 20 بهمن ماه گزارش دادند تیمی که آدم ربایی را سازماندهی کرده بود شامل یک دادستان شاغل در دادگاه آنادولو، یک تاجر صاحب یک شرکت دفاعی، سرهنگ‌های بازنشسته و چند افسر بودند. فردی که برای ربودن او برنامه ریزی شده در شهر زونگلداک در شمال ترکیه زندگی می کرد. این شهر بندری در ساحل دریای سیاه قرار دارد. وی از مدت‌ها قبل تحت نظر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. سازمان اطلاعات ترکیه همچنین اعلام کرد علی قهرمان حاجی آباد از سوی اطلاعات جمهوری اسلامی مأمور طراحی عملیات این تیم آدم ربایی بود که برای سازماندهی عملیات به استانبول اعزام شد و پس از آن انجام این سازماندهی به ایران بازگشته است. فردی به نام مرتضی سلطان سنجلی که در شرکت صنایع دفاعی بایساقلام در منطقه توزلای استانبول کار می‌کند یکی از مهرهای اصلی این عملیات است. مالک شرکت صنایع دفاعی بایساقلام فردی به اسم احسان ساقلام است که از ارتباطات گسترده‌ای در وزارت دفاع و نیروهای مسلح ترکیه برخوردار است. او جذب گزینش نیروها و برنامه‌ریزی بخشی از عملیات را بر عهده داشته است. احسان ساقلام با شماری از افسران بازنشسته و درجه داران نیروی هوایی ارتش ترکیه و پلیس برای عملیات آدم ربایی به توافق رسیده بود. حتی یک افسر سابق چینی هم در این تیم حضور داشت. شرکت صنایع دفاعی ساقلام در اردن، مجارستان، پاکستان، کنگو و کویت شعبه دارد و به معامله انواع تجهیزات و ادوات نظامی شامل هواپیماهای نظامی، هواپیماهای بدون سرنشین، هواپیماهای باری، سیستم‌های اسکن محموله‌ها، کانتینر و چمدان، سلاح، سیستم‌های رادیو و مواد منفجره می‌پردازد. سرهنگ بازنشسته کمل تاشچی و مصطفی چیچک، افسر پلیس که در اداره جوانان ترکیه کار میکرد، نیز در این تیم حضور داشتند. یکی دیگر از اعضای این تیم داوود یلماز از دادستانهای بخش آسیایی استانبول است که با احسان ساقلام ارتباط نزدیک داشت. او قرار بود از نفوذ و اختیارات قضایی خود برای اجرای این عملیات استفاده کند. داوود یلماز پیشتر سوابقی چون دادستان عمومی قزلتپه در استان ماردین و دادستان عمومی شهر چشمه را داشته است. او از سال 2019 به عنوان دادستان درجه 1 در منطقه آنادولو استانبول منصوب شد. مرتضی سلطان سنجلی اواخر دیماه به زونگلداک محل سکونت این مخالف جمهوری اسلامی رفت تا امکانات را برای ربودن وی بسنجد، اما از وزارت اطلاعات رژیم ایران به او خبر داده شد که خودش و تیم وی تحت تعقیب قرار دارند و باید اجرای عملیات را لغو کنند. سلطان سنجلی قصد بازگشت به استانبول را داشت که ماموران میت ترکیه او را بازداشت کردند. وی در شعبه ضد ترور میت استانبول مورد بازجویی قرار گرفت و سپس همدستانش را لو داد. احسان ساقلام مالک شرکت دفاعی، سرهنگ بازنشسته کامیل تاشچی و افسر پلیس مصطفی چیچک و چند درجه دار بازنشسته دیگر از جمله بازداشت شدگان هستند. داوود یلماز به دلیل ابتلا به کرونا در خانه خود تحت نظر قرار دارد. دیگر اعضای این شبکه نیز پس از بازجویی به اتهام جاسوسی از سوی اداره امنیت استانبول تحویل دادگاه چاقلیان استانبول شدند. اواخر مهر ماه 1400 نیز نهادهای امنیتی ترکیه یک ایرانی و یک ترک را که برای ربودن یک نظامی سابق ایران در شهر وان برنامه ریزی کرده بودند بازداشت کردند. واکنش مردم ایران به بنر موشکی خامنه‌ای و سپاه.
همزمان با سالگرد انقلاب 57 با تبلیغات چندین میلیارد تومانی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف کشور، یک شهروند نسبت به محتوای یک بیلبورد نصب شده در تهران واکنش نشان داد. این شهروند در فیلمی که در فضای مجازی در حال انتشار است خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی میگوید در این 43 سال شما فقط بدبختی برای ملت آوردید، از وقتی که آمده اید یک روز خوش ندیده ایم، فقط در این 43 سال مردم را بیچاره و ایران را نابود کرده اید و قطعا روز آخر شما هم میرسد و آن روز نزدیک است. سلام خدمت شما عزیزان. یه بیلبورد الان به چشم من خورد تو خیابون، نوشته که ایران چهارمین قدرت موشکی دنیا، این برشم نوشته 43 سال عشق و ایستادگی. والا 43 سال فقط بدبختی شما برای این مردم آوردید، از وقتی که اومدید یعنی روز خوش ندیدیم، ما فقط موشک ساختین و موشک. 43 سال نه آب دادید نه نون دادید، فقط مردم رو بیچاره کردید. چیز خاصی اصلا به ذهنم نمیاد، واقعا شرم بر شما، ایران رو نابود کردید. و اینکه یه اون روز میرسه، قطعا روز آخر شما میرسه، بالاخره نزدیک اون روز. متشکرم، ممنون میشم ویدیو رو منتشر کنم. پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت فتنه 22 بهمن. شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت 22 بهمن که انقلابیون آن را پیروزی انقلاب اسلامی نامگذاری کردند، این روز را فتنه 22 بهمن توصیف کرد. شهبانو فرح پهلوی در این پیام به روزهای تیره و ناگواری اشاره کرد که ایران سرزمین پر افتخار ایرانیان از سر می‌گذراند. او ابراز امیدواری کرد همه ایرانیانی که مهر این کهن دیار را در دل دارند، همه آنها که با راز پایداری و سرافرازی ایران در طول قرون آشنا هستند و دستیابی به سربلندی و شادی و ایمنی را آرزو می‌کنند، دست در دست هم با استواری و همبستگی در راه پیروزی بر تیرگی‌ها و دشواری‌ها گام بردارند. در ادامه پیام شهبانو فرح پهلوی آمده است: اطمینان دارم که ایران یک بار دیگر ققنوسوار از خاکستر خود برخواهد خواست. میدانم که روزهای سرد و تیره زمستان رو به پایان نهاده و بهاری درنگیز در راه است و ایمان دارد که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. او این پیام را با نام فرح پهلوی و به تاریخ 22 بهمن 2580 شاهنشاهی امضا کرده است. گاه شمار هجری خورشیدی که در آن تاریخ تاجگذاری کوروش بزرگ به عنوان نخستین سال در نظر گرفته شده است. به سپاه پاسداران 2000 میلیارد تومان نفت خام داده می شود تا مسلح‌ها را تکمیل کند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 خبر داد که با تصویب این کمیسیون قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در ازای تهاتر نفت خام اقدام به تکمیل مسلح‌های نیمه کاره در تهران و دیگر شهرها خواهد کرد. به گفته زارع کمیسیون تلفیق در نشست روز چهارشنبه خود مبلغ 1000 میلیارد تومان برای تکمیل مسلح‌های سراسر کشور و 1000 میلیارد تومان برای تکمیل مسلح‌های تهران از محل بند 1 تبصره 1 لایحه بودجه به قرارگاه خاتم الانبیاء اختصاص داد و هزینه کرد. این اقدام در قبال نفت خام به نرخ رسمی صادرات نفت در مکانهای مورد نظر قرارگاه تحویل می شود. دولت ابراهیم رئیسی پیش از این اجرای برخی دیگر از طرح‌ها در ازای نفت خام به سپاه پاسداران واگذار کرده است. از جمله جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی 8 بهمن گفته بود که قرار است سپاه پاسداران در ازای تعاطر 3 میلیارد دلار نفت طرح خودکفایی برنج را اجرا کند. سپاه پاسداران این موضوع را تکذیب اما در عین حال اعلام کرد که طرح‌های زیرساختی در حوزه کشاورزی اجرایی خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از مشکلات رخ داده در فروش نفت به دلیل تحریم‌ها، موضوع تهاتر نفت خام را مطرح کردند و شمار زیادی از کارشناسان و اقتصاددانان درباره افزایش فساد و تکرار پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی در صورت تهاتر نفت خام هشدار دادند. کفیه مقتدی صدر در دیدار با اسماعیل غانی خبرساز شد.
خاستگاه چفیه صدر جنوب عراق است. از سوی دیگر رهبران گروه‌های شیعه وابسته به ایران از چفیه بسیجی یا همان چفیه علی خامنه‌ای استفاده می‌کنند. چفیه مقتدی صدر رهبر جنبش صدر عراق در دیدار با اسماعیل غانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در شهر نجف خبرساز شد. این چفیه که خاستگاه آن جنوب عراق است به عنوان واکنشی به برخی از رهبران جناح‌های وابسته به ایران تعبیر شده است. چفیه ای که رهبران جناح‌های وابسته به ایران در عراق می پوشند چفیه بسیجی یا همان چفیه ای است که خامنه ای استفاده می کند. صدر روز گذشته اسماعیل غانی را به حضور خود پذیرفته بود. توییت روز گذشته مقتدی صدر حاکی از موضع سیاسی ثابت او و تصمیمش برای تشکیل دولت اکثریت ملی به دور از دخالت دستگاه‌های خارجی است. از سوی دیگر به نظر می‌آید که تلاش‌های اسماعیل غانی در چند روز گذشته و همچنین دیدارهای او با چهره‌های برجسته عراقی منجر به نزدیکی بین چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق و جنبش صدر نشده است. چارچوب هماهنگی شامل ائتلاف فتح، حزب نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون و سایر گروه‌ها و رهبران شیعه وابسته به تهران است. یک منبع سیاسی آگاه جزئیات بیشتری از روند این دیدار در منطقه الحنانه مقر صدر در شهر نجف در اختیار العربی قرار داد. نامه‌ای از خامنه ای بر این اساس مقتدی صدر سه شنبه 8 فوریه در ملاقات با اسماعیل غانی نامه‌ای از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد که در آن بر ضرورت اتحاد میان نیروهای موسوم بیت سیاسی شیعی و حرام بودن تفرقه میان اعضای این بیت تحت هر شرایطی تاکید شده است. به گفته منابع العربی صدر نیز از طریق غانی برای خامنه ای پیامی فرستاد که در آن تاکید شده دولت جدید عراق با مشارکت طرفهایی از هیئت هماهنگی و نه کل آن تشکیل می شود. این اشاره‌ای به مخالفت او با پیوستن نوری المالکی به دولت اکثریت ملی است. منابع العربیه همچنین گزارش دادند که غانی پیامی نیز به مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق منتقل کرده که در آن تاکید شده تشکیل دولت در عراق بدون مشارکت اعضای هیئت هماهنگی وابسته به تهران تهدیدی علیه امنیت ملی ایران است. بحران سیاسی در عراق شایان ذکر است در جریان انتخابات پارلمانی اخیر عراق فراکسیون صدری ها با 73 کرسی پیروز انتخابات اعلام شدند و پس از آن ائتلاف تقدم با 37 کرسی، ائتلاف دولت قانون با 33 کرسی و حزب دموکرات کردستان با 31 کرسی در رده های بعدی قرار گرفتند. اختلافات بین ائتلاف صدری‌ها با هیئت هماهنگی و همچنان میان گروه‌های کردی از جمله اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان درباره نامزدی‌ها مورد نظر آنها برای تصدی پست ریاست جمهوری و نخست وزیری و پیرامون تشکیل کابینه همچنان ادامه دارد. این اختلافات بر صحنه سیاسی عراق سایه افکنده و تمام تلاش‌ها در پرونده انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت عراق را با چالش مواجه کرده است.